فیلم فنفت در 27 اکتبر پخش میشه بنابراین در اینجا همه چیزهایی که در مورد فیلم میدونیم در یه ویدیو از اسرار داستان شایعات فیلم و حتی برخی جنجال رو بررسی میکنیم پس با من همراه باشید سلام رفقا من محمد امین از فارسی گیم تی هستم لطفا ویدیو رو لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ای ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله بزنید حالا بریم سراغ ویدیو با شروع داستان فیلم در خلاصه داستان اصلی فیلم اومده فیلم یعنی یه نگهبان امنیتی مشکلدار رو دنبال میکنه که در حالی که اولین شب خودش رو در کار میذرونه در پیتزا فروشی فردی فزبر شروع به کار میکنه اون متوجه میشه که گذراندن شیفت شب در فردی چندان آسون نخواهد با. با این حال براساس چند افشای مختلف در تریلر اخیرا منتشر شده این موضوع کمی عمیق میشه همچنین میدونیم که شخصیت اصلی فیلم مایک شمیت خواهد بود که به عنوان قهرمان اصلی فنف و عناوین دیگه شناخته میشه که همونطور که گفته شد در حالی که از خواهر کوچکترش که در این فیلم ابی نام داره مراقبت میکنه در فردی فزبر مشغول به کار میشه و آخرین شخصیت اصلی نگهبان امنیتی دیگه که به ونسا معروفه که به مایک و ابی کمک میکنه شبهای فردی فزبر رو از طرف آنتاگونیس اصلی فیلم زنده بمونن که همونطور که میتونید حس بزنید چهار انیماتورینه که کلاسیک هستن درست مثل بازی سعی کنید کل گروه رو بکشید و در حالی که این گروه تلاش میکنه تا رازهای تاریک انیماتورینیک ها رو که شایعه میشه روح کودکان خورتال هستن کشف کنن اونا همچنین باید با شرور دیگه ای در فیلم سر و کار داشته باشن ویلیام افتن قاتل کودکانی که تبدیل به انیماتورینیک میشن بنابراین به طور کلی طرح اصلی عمدتا فقط یه کپی پیس از اونچه در فنف میبینیم هستش و در واقع در تریلر فیلم میتونستیم بازافرین های سحنه های فنف یک رو به عنوان مرجع ببینیم که به نظر من خیلی جالب بود اما حالا بیاید در مورد بازیگران فیلم صحبت کنیم حدود 100 نفر به عنوان بازیگر و همه چیز روی فیلم کار میکنن. بنابراین بر من این رو نسبتاً کوتاه میکنم. با این حال مهمترین شخصیت فیلم جاش هاچیسون هستش که نقشی جز خود ماکشمیت رو ایفا نمیکنه همراه با چند دوتایی که همون پیپر روبیا رو در نقش این شخصیت جدید خواهرش به نام ابی بازی میکنه که در واقع جنجال ایجاد کرد که بعدا در این ویدیو در صحبت میکنم الیزابت لو در نقش شخصیت کلاسیک سکیوریتی بریج ونیسا ایفای نقش میکنه و همچنین بازیگران شخصیت های کاملا جدید دیگه ای مثل کت کانر استرلینگ که نقش شخصی به نام ماکسین رو بازی میکنه وجود داره مری ماسترسون در نقش زن شرور ناشناس دیگه بازی میکنه که تا به امروز هرگز فاش نشده و در نهایت شخصیت شرور اصلی فیلم خود ویلیام افتن توسط متیو لیلار که بیشتر به خاطر حضور کلاسیک خود در اسکوبی دو شناخته میشه بنابراین این در واقع ترکیب بازیگر خیلی عالیه با این حال اگه مدتی که بازی نکردید ممکنه متوجه شده باشید که بازیگران اساسا هیچ ارتباطی با بازی های واقعی ندارند. چون خواهر جدید مایک در فیلم در واقع ابیه نه در بازی واقعی که نامش الیزابته و همچنین نقشه فرعی در فیلم مثل جسیکا بلکمور و گریت هاینز در نقش والدین مایک وجود داره که واقعا عجیبه چون پدر مایک در بازی واقعا کسی نیست جز ویلیام افتن که واقعا هیچ شباهتی به پدر در بازی نداره حالا بیاید به موضوع بعدی که شاید جزئیات سینمایی بپردازیم چون تعداد زیادی از اونها وجود داره برای شروع اگه نمیدونستید فیلم فنف در تاریخ 27 اکتبر اکشام میشه با این حال بازیگر ویلیام افتن در واقع در مصاحبه خود تاکید کرد که برای ساختن یک سگانه با دو فیلم دیگه از فنف قرارداد بسته چیزی که در واقع در فیلم های مثل جدیدترین فیلم های اسپایدر ورس که قبلا یک سگانه رو تایید کردن خیلی رایجه و نکته جالب اینه که خود اسکات کاتن چندی پیش در مصاحبه سالها پیش گفتش که میخواد یه سری فیلم رو بر اساس فنف یک

بنابراین این شایعه اینه که اولین فیلم فنف قرار به طور کامل بر اساس بازی اول ساخته شه و در حالی که ما شخصیت های دیگر رو در این فیلم از فرنچایز های دیگه مثل د پاپت و بالونبوی میبینیم که بازیگرانمون در آی ام دی هستن بنا به دلایلی فیلم های بعدی ظاهرا در لوکیشن های مختلف قرار میگیرن که هم دوم و هم سوم هستن و در واقع حتی برخی شایعات خفیف از سوی افراد ظاهرا نزدیک به فیلم وجود داره مبنی بر اینکه فیلم بعدی فنف برای تولید در ژانویه 2024 تنظیم شده حالا صادقانه بگیم خارج از اون که گفتم اطلاعات کافی در مورد این فیلم های آینده وجود نداره که بشه نتیجهگیری واقعی رو انجام داد اما اگه هیچ چیز دیگه ای نباشه حداقل میتونیم تایید کنید که فیلم در مکان اصلی فنف یک بر اساس قرار دادن انیماتورونیکایی که قبلا در مورد صحبت کردم اتفاق میفته و همچنین چیزهایی مثل پوستر سلبریت اسکات در واقع هیچ چیزی در مورد فیلم های بعدی تایید نکرده و الان که به معنای واقعی کلمه بیش از یک دو چین بازی فنف وجود داره عناوین خیلی دیگه هستن که لایق فیلم خود در قسمت سوم تا چیز تقریباً یه دهی هستن که هشت سال پیش منتشر شد با این حال ما حداقل به طور دقیق میدونیم که بدون در نظر گرفتن عملکرد فیلم جدید سه فیلم جداگونه وجود خواهد داشت بنابراین حداقل میتونیم با دونستن اینکه چیزهای بیشتری در آینده وجود داره آسوده خاطر باشیم شایعه پرطرفدار دیگه اینه که یوتیوبرهایی مثل مارکو پلیر یا متپت هم به عنوان کمو در فیلم حضور خواهند داشت چون از مارک به طور خاص چندین بار در مورد فیلم سوال شده و اون در پاسخش خیلی مبهم جواب داده یا فقط وجود فیلم به طور کامل انکار میکنه که خیلی باعث میشه به نظر بس که اون قطعا تا حدی تو فیلم حضور خواهد داشت با این حال بزرگترین چیزی که میخوام در مورد اون ویدیو صحبت کنم و چیزهایی که احتمالا قبلا در مورد اون شنیدید فهرست سنگین شایعات فیلمه و چند مورد برای بحث وجود داره که از رتبه بندی فیلم شروع میشه اگر نمیدونستید رتبه بندی فیلم هنوز ناشناخته است و تنها چیزی که باید از اون بگذریم لو رفتنهای فعلی و تیزر تریلر که اخیرا دریافت کردیم که فکر میکنم در کانادا امتیاز 14 و بالاتر دریافت کرده در حالی کشورهای دیگه مثل ایتالیا به اون رتبه 6 و بالاتر دادن بنابراین تریلر البته بسته به کشور به نظر مثل بین PG و PG13 رتبه میشه که بسیاری از طرفداران رو ناامید کرده چون یکی از بزرگترین انتقادات به بازی جدیدی مثل سکیوریتی بریج اینه که به نظر میرسه بازی مخاطبان خیلی بچه تری رو در یک بازی ترسناک هدف قرار میده که بیشتر به خاطر تنظیمات دارک خودش در مورد وحشت و قد شناخته میشده بنابراین با توجه به اینکه فیلم فنف بالاخره پس از توسعه از سال 2015 منتشر میشه مع من مردم انتظار داشتن که این فیلم به طور کامل رتبه آر رو دریافت کنه تا بازی به روش های تر قدیمی خود وفادار بمونه اما با این مندی تریلر تریلرها و محتوای نسبتاً سانسور شده این تیزرها مردم واقعا نگرانند که این فیلم صرفاً به دلیل امتیاز پیچی 13 که هنوز تایید نشده خراب بشه به نظر من کمی احمقانه است اما نظرات خودتون رو به من بگید جنجال جالب دیگه ای که حول فیلم میچرخه اینه که هم در سینماها همونطور که انتظار دارید اجرا میشه و هم بلافاصله در سرویس های استریم و دلیل اینکه این یه نوع مشکله اینه که معمولا شرکت های فیلمسازی هر زمان که به عملکرد خوب اونا اطمینان نداشته باشن همه چیز رو در سرویس های استریم منتشر میکنن به چیزهای مثل دنبال های مستقیم دیویدی و دیزنی فکر کنید که احتمالا واقعا نمیدونستید که وجود دارن در مقایسه با چیزهای مثل فیلم ماریا که منحصرا در سینماها بودن و بعدا به سرویس های استریم رسیدن به طور کلی یه مفی منفی در مورد فیلم های وجود داره که مستقیما به سرویس های استریم میان چون به نظر میرسه سازندگان فیلم چندان به عملکرد خوب اون اطمینان ندارن این تصمیم رو در مسابقه دیگه توضیح دادن و توجیح کردن و واقعا شکایت کوچیکه اما نشته قابل ذکره جنجال بزرگ بعدی در مورد فیلم فنف و بزرگترین بحث قرمزی چشمای شخصیت‌های های پوستره. از اونجا که مردم در تصاویر تبلیغاتی و هم در تریلر به این نکته اشاره کردند که گاهی اوقات شخصیت های این چشمان قرمز روشن رو برای نشون دادن خشم خود دارند که بار دیگه باعث جنجال جریان اصلی در سرویس های مثل تیک تاک شده و مردم التماس میکنن که واقعا اینا باید حذف بشن گفتن که اونا کمی خشن یا فوق‌العاده غیر واقعی به نظر و در حالی که حدس میزنم این انتقاد رو درک میکنم یه بار دیگه این انتقاد خیلی بدیه و من واقعا نمیتونم بفهمم چرا مردم در مورد اون انقدر عصبانی میشن اما آخرین و اونچه که من معتقدم معتبرترین انتقاد برای این فیلم داستان واقعیه یا حدس میزنم که باید بگم فقدانمون چون همونطور که قبلا اشاره کردم بازیگران فیلم در حین بازی در فنف یک کاملا در همه جا حضور دارن از جمله شخصیت های مثل ونسا از سکیروتی بریچ و کاملا جدیدی مثل ابی به جای خواهر واقعی مایک الیزابت و دلیل اینکه من فکر میکنم اونا این کار رو برای شروع انجام دادن نه اینکه اونا میخوان شخصیت های قابل تشخیصی از جدیدترین بازی فنف خود داشته باشن سکیوریتی بریج به این صورت که هنوز به جای احساس قدیم بودن مدرنه و همچنین به احتمال زیاد نمیخواستن اون رو حفظ کنن فیلم خیلی دقیق گفته میشه که هیچ یک از تهوری های خیلی مبهم در بازی پایه رو تایید یا رد نمیکنه با این حال چیزی که منجر به اون شده ناراحتی برخی افراد از اینه که این فیلم احتمالا به هیچ وجه برای داستان اصلی نخواهد بود و همه چیزهایی که در فیلم میبینیم حداقل بر اساس اطلاعات درس و خلاصه داستان و هرچی که به نظر میرسه بیشتر بازگویی رویدادهای قبلی فنف در یک سبک منحصر به فرد بازسازی شده و جدیده که خود را از بازی ها متمایز میکنه و بیشتر روی پای خودش وای میسه مجبور نیستید همه لورهای اساسی رو برای همه افرادی که شاید هیچی که از بازی ها رو انجام ندادن توضیح بدید و این خوبه و در حالی که همه چیز ذهنیه و برخی از مردم ممکنه این در رو دوست داشته باشن به جای اینکه اون رو بیش از حد دقیق بدونن من اون رو کمی نامید کننده میدونم که بازی ها و فیلم ها با اون قطع ارتباط بزرگی خواهند داشت اما حداقل میفهمم از کجا میان مناقشات جزئی دیگه هم وجود داشت مثل افرادی که به طور کلی مدل های ادیماتورنیک یا رستوران و چیزهای کوچیکی دیگر رو دوست ندارن اما این موارد عمدتا از سوی من و سایر افراد جامعه اشتباهات جزئی بوده و در کل فیلم عالی به نظر میرسه و ما خودمون در چهار ماه آینده میشینیم و اون رو تماشا میکنیم خوب رفقا ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید اگر از ویدیو لذت بودید حتما لایک کنید کامنت انگلیسی بذارید صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگولر بزنید تا ویدیوی بعدی روز و شب خوبی داشته باشید